اینجا در استودیو همراه من الهام یزدی هاست تا از آنچه که در رسانه‌های ورزشی میگذره بیشتر بگیر. پریسا، موضوع حمله نظامی روسیه به اوکراین در بین چهره‌های ورزشی و اصلا فضای ورزش بین‌المللی بسیار بازتاب داشته. نگاه کردم به برخی از این واکنش‌ها در سطح بین‌المللی و ورزشکاران خود ایران، با هم ببینیم. حمله نظامی روسیه به اوکراین واکنش‌های بسیاری در دنیای ورزش داشته. چهره‌های سرشناس ورزشی و برخی باشگاه‌های فوتبال از هر موقعیتی برای حمایت از اوکراین استفاده کردند و خواستار پایان حمله روسیه به این کشور شدند. آندرای شفچنکو، ستاره فوتبال اوکراین، در صفحه اینستاگرامش این پست رو منتشر کرده و خواستار حمایت بین‌المللی از اوکراین و متوقف شدن حمله روسیه به کشورش شده. این بازیکن سابق فوتبال گفته: ما فقط آرامش می‌خوایم و جنگ پاسخ درستی نیست. آندرای روبلف، تنیسور روس و نفر شماره 7 تنیس مردان جهان، هم دیشب در جریان مسابقات تنیس دبی بعد از برد مقابل حریفش در مسابقه نیمه نهایی و راهیابی به فینال، پیام نه به جنگ رو روی دوربین نوشت. رابرت لواندوفسکی، کاپیتان تیم ملی فوتبال لهستان، هم در یک توییت از تصمیم اتحادیه فوتبال این کشور برای بازی نکردن مقابل روسیه در پلی‌آف انتخابی جام جهانی حمایت کرده و نوشته: این تصمیم درستیه. تصور اینکه مقابل تیم ملی روسیه بازی کنیم و حمله نظامی به کشور اوکراین ادامه داشته باشه غیر ممکنه. فوتبالیست‌ها و طرفداران فوتبال در روسیه مسئول این اتفاق نیستن، اما ما نمیتونیم وانمود کنیم که اتفاقی نیفتاده. این تصویر مربوط به ویتالی کلیچکو، قهرمان سابق سنگین وزن بوکس جهان و شهردار فعلی کیفه، که بعد از حمله نظامی روسیه به همراه برادرش ولادیمیر، که اون هم قهرمان سنگین وزن بوکس، در این جنگ مسلح شدند و این تصویر بارها در شبکه‌های اجتماعی دیده شده. رومین یارمچوک، مهاجم اوکراینی بنفیکا، در بازی مقابل آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا بعد از گلزنی آرم ارتش اوکراین رو نشون داد. دیگر واکنش هم مربوط به بازیکنان ناپولی و بارسلونا در لیگ اروپا بود که با این بنر خواستار متوقف کردن جنگ در اوکراین شدند. ورزشگاه آلیانز مونیخ هم دیشب در حمایت از اوکراین به رنگ پرچم این کشور درآمد و بوندسلیگا اعلام کرد که رقابت‌های بوندسلیگای 1 و 2 در واکنش به حمله روسیه به اوکراین با 1 دقیقه تأخیر شروع میشه. شهاب زاهدی، بازیکن تیم زوریای لوهانسک اوکراین، هم در واکنش به حمله نظامی روسیه با انتشار این پست نوشت: برای اوکراین دعا کنید. علی دایی، دیگر چهره سرشناس ورزشی ایران، بود که با این استوری از اوکراین حمایت کرد و نوشت: نه به جنگ. یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، هم با همین هشتگ نه به جنگ که دارید میبینید، خواستار توقف جنگ در اوکراین شده. الهام فرهمند، ملی پوش فوتبال زنان ایران، تصاویری از حضور نیروهای روس در کیف رو بازنشر کرده و نوشت: لعنت به جنگ. زهره عبدالله خانی، ملی پوش سابق یخنوردی ایران، با انتشار عکسی از یک شهروند روس که از حمله نظامی کشورش عذرخواهی کرده، نوشته: دیوانگی حکومت‌ها ربطی به مردم عادی نداره.